تو ایران زنا کار نمی کردن. مردا بزازی می کردن. یعنی می رفتن شهر به شهر با خر با عجله با برای اینکه پارچه بفروشن و بخرن. یه وقتا یک سال نمی اومدن خونه، یه وقتا چند سال می کشید تا برمیگشتن خونه تا هرچی که دارن بفروشن. به زنا حامله بودن که شوهرشون رفت، وقتی که شوهرشون برمیگشت بچه کوچیک داشتن تو خونه. یه وقتای وقتی که میرفتن شهر به شهر راه خیلی دور بود و شده دیم بعض ازشون ها میگرفتن ازشون، یه وقتای میکشتنشون، ولی تقریبا چند تا با هم میرفتن که کمک هم دیگر کنن. مثلا تو ایران خرید نمی کردن به یک کیلو یا دو کیلو، یه ساک آرد می خریدن، یه ساک شکر. و همه درخت ها تو کوچه می رفتن می شد بکنن و بخورن میوه. مثلا چای با کشمش می خوردن که خیلی خوب بود، خیلی مزه داشت واسه شون. به این طوری با هم می ساختن. یه وقتای اینقدر خوراک نبود تو خونه، یه وقتای هم وقتی که شوهرشون از راه می رسید واسه شون همه چیز می آورد داشتن تو خونه. این طوری زندگی می کردن، می گذروندن، ولی خوششون بود، تنشون درست بود، خوششون بود. پی پول و پی اینقدر خوراک و پی مثل امروز نبودن. هرچی که بود واسه شون خوب بود، شکر میکردن به خدا. مثلا تو ایران میز بود واسه قشنگی، ولی که قالی بود، قالی های کاشی، قالی های عالی، روش سفره میذاشتن و روش همه با هم دور هم خوراک میخوردن. برای این هم هست که زنای ایران هیچ وقت پاهاشون درد نمی کرد، برای اینکه سر پا وای نمی سدن، همه کاراشون ها نشستنی می کردن، رو کرسی یا رو صندلی کوتاه لباس می شستن نشستنی، خوراک می پختن نشستنی، و همه کاراشون به نشستنی بود، سر پا وای نمی سدن. هیچ وقت مثل ما که داریم تو پاهامون جوونا که باید نیتوخ بکنیم، اونا این چیزا نبود تو کارشون، خیلی تنشون درست بود.